با نام عید خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی و داریم با جاذبه‌های دیدنی کشورمون آشنا میشیم. اینجا استان گلستان، شهر زیبای گرگان هستش و سوژه‌ای که امروز براتون انتخاب کردیم یکی دیگه از خانه‌های تاریخی شهر گرگان هستش که محوریتش خانه صنایع دستی این شهر هم هست. یعنی قراره با صنایع دستی ارزشمند گرگان آشنا بشیم به همراه معرفی این ابنیه تاریخی که به هر حال در بافت تاریخی شهر هم قرار داره. جناب دکتر ایمانیان، کارشناس مرمت خانه‌های تاریخی در کنار ما هستند. سلام علیکم شما بینندگان همسفر میشنویم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت یکایک بینندگان برنامه همسفر. ما الان کجا هستیم آقای دکتر؟ بله، همونجوری که اشاره فرمودید در بافت تاریخی استراباد یا همون گرگان فعلی هستیم. چون گرگان در واقع نام قدیمش استراباد بود قبل از تا سال 1316 که تغییر نام پیدا کرد و از در واقع استراباد به گرگان در دوره پهلوی تغییر نام پیدا کرد. خب بافت تاریخی گرگان که در اون تشریف آوردی شما، بافت تاریخی بسیار ارزشمندی است که در فهرست آثار ملی کشور هم ثبت شده. این بافت تاریخی دارای بناهای تاریخی ارزشمندی است، بخصوص خانه‌های تاریخی ارزشمندی در این بافت وجود داره که تیپ معماری اونها بعضیا مربوط به دوره قاجاریه هست، برخی از این معماری خونه‌ها مربوط به دوره پهلوی هست. قبل از قاجاری این دوره صفوی زندیه و در دوره صفویه ما اینجا چند تک بنا مثل مدرسه امادیه رو داریم و چند بنای دیگه مثل امامزاده نور و مسجد جامع که مربوط به دوره سلجوقی هستن، ولی ساختار اصلی معماری شکلی بافت تاریخی استراباد چیزی که الان موجود هست در واقع بافت قاجاریه تا در واقع پهلوی هست. اسم خونه که الان داخلش هستیم چیه؟ در این خانه تاریخی که الان تشریف آوردید در واقع خانه تاریخی امیلاتیفی هست که در محله نعلبندان گرگان قرار داره. چون گرگان سه تا محله داشته، محله نعلبندان، محله سبز مشهد و محله در واقع درب نو فکر میکنم. نه، محله میدان. سه محله اصلی داشته. به هر محله اصلی هم از گذرهای فرعی داشته. یعنی حدوداً 14 تا محله فرعی هم در گرگان داریم. ولی محلات اصلی گرگان همین سه محله بودن که این بنای تاریخی که اشاره فرمودید یعنی بنای امیلاتیفی در محله نعلبندان و در مجاورت راست بازار اصلی نعلبندان که از بازارهای تاریخی استراباد هم بود در واقع قرار گرفته و از طرف دیگه خود مسجد جامع شهر گرگان که از آثار دوره سلجوقی هست. این خانه تاریخی در واقع یک مجموعه بزرگتر از این بودش، در واقع در دوره‌هایی که با توسعه شهری بخشی از اون در واقع دچار تغییر و تحولات معماری شده. یعنی شما یه بخشی از این معماری رو مشاهده می‌کنید که در این فضا قرار گرفته. خانه در واقع امیلاتیفی همونجوری که اشاره کردم تیپ کاملا معماری قاجاریه داره، یعنی الگوهای معماری قاجاری، یعنی بنا کاملا مشخص هست. بنا در واقع به فرم یک حیات مرکزی هست. شما از بیرون یعنی از طرف بازار نعلبندان وقتی که وارد میشید و مسجد جامع وارد خانه در واقع از طریق دالون یا هشتی وارد فضای حیات مرکزی خانه امیلاتیفی میشید. این خانه تاریخی در واقع بانی اصلیش مهدی خان ساعد لشکر یا مهدی خان ملک بود در واقع که بعدها داماد ایشون ابوالقاسم امیلاتیفی که از بزرگان استراباد بود و خودش یک آدم فرهنگی بود در اداره فرهنگ سابق هم در واقع کار میکرد و به دلیل مقالات فرهنگی خیلی زیادی داشت به پدر فرهنگ هم در واقع ایشون به نوعی معروف بود. ابوالقاسم امیلاتیفی مدت زیادی در این خونه با فرزندان زندگی میکرد و به بهترین شکل هم این مجموعه رو در واقع نگهداری کرده بود. من یه سوالی برام پیش اومد از شما میپرسم، تو بخش بعدی بیشتر در مورد خونه از شما خواهیم شنید. خدمت شما هستم که مرتبط میشه این دوره به دوره قاجار و همه رو ما آجوری می‌بینیم. دوره قاجار بله. و آجوری الان خدمت ارزانه در واقع سازه‌های معماری گرگان فکر کنم بیشتر آجوری هستن. بیشتر آجوری هستن به خصوص که گنبد آجوری گنبد هم داریم. بله، یعنی در واقع نوع معماری ما اینجا تلفیق از معماری آجوری و بعضن خشتی هم درست. در بخش بعدی صحبت شما رو خواهیم شنید. چیزی که من باید بهتون بگم این که معماری که اینجا داریم معماری غنی هستش، همون سه دری ها و پنج دری ها رو میتونیم ببینیم، شیشه های رنگی فوق العاده زیبایی که هستش و محوطه که در اون قرار گرفتیم، حیات خیلی کوچک و نقلی داره. حالا همونطور که آقای دکتر ایمانی هم اشاره کردن قطعا خونه بزرگتر از اون چه که داریم میبینیم بوده و در واقع این سالهایی که تغییر و تحولاتی در سطح شهر اتفاق می افتاده به هر حال تخریب شده و این بخش باقی مونده. در بخش بعدی هم با موزه صنایع دستی آشنا خواهیم شد و هم توضیحات بیشتر آقای دکتر ایمانیان در مورد بنایی که در اون قرار گرفتیم. پس همسفر ما باشید. Thank you.
به نام خدا با عرض سلام خدمت بینندگان برنامه همسفر. منصوری هستم، سرپرست موزه صنایع دستی استان گلستان که در بنای تاریخی امیر لطیفی واقع شده. این موزه در دو طبقه تعبیه شده که طبقه اول معرفی اقوام و البسه اونها رو داریم که قوم قزلباش، قزاق، ترکمن، مردم شاهکو، قوم کتول رو در این بخش به نمایش گذاشتیم، لباسشون رو، آثارشون رو. هر لباس هم در واقع شامل یه سری تزئینات، مثلا لباسایی که به تن کردن از پارچه های ابریشمی دست‌بافت همین منطقه است، یا پارچه های پشمی مردان که بهش چوغا گفته میشه در همین استان تهیه میشه و امروز هم حتی تولید میشه. زیورالات ترکمن رو داریم در این بخش که خاص مردم در واقع گنبد و بندر و آقلاست که اونها تولید کننده این اثر هستن که هنوز هم باز این اثر داره تولید میشه که در گذشته بیشتر از نقره و سنگهای قیمتی چون عقیق و لاجورد بوده. در بخش دیگه از این طبقه ما در واقع که به تازگی هم افتتاح شده، بخش عروسک‌های محلی استان رو داریم که مال قوم‌های مختلفی چون ترکمن، قزلباش، در واقع کتول، روستای قلعه قافه، قوم تات، اینها رو به صورت یک مجموعه از کل اعضای خانواده اون عروسک‌ها تهیه کردیم و در یک بخش مجزا به نمایش گذاشتیم. همینجور که مشاهده می‌فرمایید از دو بخش تشکیل شده. یک بخش در واقع هسته مرکزی خانه هست که به صورتی حجم مکعب مستطیل هست که قرارگیری به صورت شمال جنوبی هست و کشیدگی خانه به صورت شرقی غربی هست و بخش‌های دیگه بخش‌های خدماتی پیرامون خونه هست که در دو طرف حیاط شرقی غربی مجموعه در واقع قرار گرفته. همونجور که اشاره کردم خونه به صورت قرارگیری به صورت شمال جنوبی هست و دربه‌های متعددی که در نماهای شمالی و جنوبی این خانه در واقع کار شده به دلیل جریان کوران مناسب هوایی که باید در این خانه‌های تاریخی استراباد یا گرگان وجود داشت. به همین دلیل ما می‌بینیم که در قسمت شمال و در قسمت جنوب این خانه‌ها دربه‌ها و پنجره‌های متعددی می‌گرفتن که این کوران هوا خودش باعث می‌شد بخصوص خونه‌هایی که در طبقات بالا هستن عمدتاً در فصل تابستان مورد استفاده قرار می‌گیره و کاملاً تابستان نشین بودن و خونه‌هایی که طبقات پایینی بودن بیشتر در فصل زمستان مورد استفاده قرار می‌گرفتن. خانه امیر لطیفی به خصوص هسته مرکزی خانه امیر لطیفی دارای 3 اتاق در طبقه بالا و 3 اتاق در طبقه پایین هست. خانه در واقع تشکیل شده از اتاق‌های 3 دری و 5 دری. اتاق 3 دری در واقع اتاقی است که عمدتاً مربوط به اتاق خواب هست و اتاق 5 دری اتاقی است که ما به اتاق مهمانخانه این خانه میتونیم اطلاق بکنیم که در این مجموعه در واقع قرار گرفته. و می‌بینیم که یک اتاق از این 3 اتاقی که در طبقه پایین هست و یک اتاق در اتاقی که در طبقه بالا هست در مرکز این خونه قرار گرفته و دو تا راه پله‌ای که در دو طرف این اتاق مرکزی ارتباط بین طبقه اول یا طبقه همکف رو با طبقه فوقانی در واقع برقرار می‌کرده و یک قرینگی و یک تقارن بسیار مناسبی رو ما در این خانه و در این مجموعه می‌بینیم که به این شکل ایجاد شده. یکی از بخش‌های بسیار مهمی که در خانه امیر لطیفی در واقع وجود داره حوضخونه است که شما در زیر اتاق مرکزی یا اتاق وسط مجموعه می‌بینید که این حوضخونه با چند پله‌ای که در واقع می‌خوره میره به سطح زیر زمین. خب اول اینکه آب شهر، آب قنات و آب شهری که جریان داشت بتونه سوار بشه و وارد حوضی بشه که در داخل این حوضخونه قرار داره.
خب طبیعتاً حوض پر از آب می‌شده و دمای هوا در فصل تابستان در این حوضخونه‌ها حدود 10 تا 15 درجه در واقع خنک‌تر بوده از هوای بیرون و این در واقع یک فضای بسیار مناسب تابستان نشین بوده که ساکنین و کسانی که در این مجموعه زندگی می‌کردن از این حوضخونه در واقع استفاده و بهره لازم را می‌بردن. اما ویژگی‌های دیگه که در این مجموعه وجود داره، شما پنجره‌های مشبکی رو می‌بینید با شیشه‌های رنگی که در خونه‌های گرگان و استراباد وجود داشته، در این خونه هم در واقع وجود داشته. این نوع معماری طوری ساخته می‌شد که این پنجره‌ها در واقع بتونن نورها رو در واقع به چند رنگ‌های مختلف به داخل اتاق در واقع نور رو وارد بکنن و یک حالت بسیار مناسب و روحانی رو در داخل اتاق‌ها ما داشتیم زمانی که تابش نور رو به داخل اتاق‌ها ما برقرار می‌شده. ویژگی دیگه که در خونه‌های گرگان وجود داره، شما در پوشش بالای خونه‌ها پوشش سفال رو می‌بینید. سفال خب جزء معماری جدا نشدنی خانه‌های شمال به خصوص خانه‌های استراباد یا گرگان هست. سفال هم در واقع می‌تونیم بگیم مساله مناسبی برای نوع قرارگیری سفال و چیدمان سفال طوری بوده که بهترین مساله بوده برای دفع نزولات جوی مثل باران و مثل برف که در واقع در خونه‌ها ایجاد می‌شده، ولی سفال به دلیل خاک مناسبی که داشته، یعنی خاک اکسید آهنی که در خاک رس در واقع این سفال وجود داشته، در موقعی که در واقع پخته می‌شده و نور آفتاب به این سفال در واقع می‌خورده، بازتاب رنگ بسیار مناسبی داشته و در واقع یک نوع تزیینات معماری هم در خانه‌های گرگان این سفال در واقع ایجاد می‌کرده و این سفال عایق صوتی و عایق حرارتی بسیار مناسبی هم بوده، یعنی هیچ صدایی رو به داخل خونه انتقال نمی‌داده و حرارت بسیار زیاد تابستان رو هم به داخل خونه باز انتقال نمیداده و همچنین در واقع اون حرارت و گرمای داخل خونه رو در زمستان هم باز به بیرون انتقال نمیداده. و یک سری چوب‌های دیگه رو ما می‌بینیم که از لبه بام خونه‌ها حدود 90 سانت تا 1 متر، بعضن 1 متر و نیم در بعضی از خونه‌ها بیرون اومده که الان ما اینا اصطلاحاً بهش میگیم شیرسر. در خانه‌های گرگان یا خونه‌های شمال در واقع این چوب‌ها به شیرسر معروف است که از لبه بام‌ها در واقع بیرون می‌اومده و علاوه بر این که از دمش باران به خونه‌ها جلوگیری می‌کرده یا از تابش آفتاب به نمای خونه‌ها جلوگیری می‌کرده، در واقع با تزییناتی که در زیر این شیرسرها کار می‌شده، یعنی در واقع کتیبه‌هایی که روی تخت‌کوبی‌های شیرسرها در خونه‌های گرگان می‌نوشتن و نقوش هندسی که در زیر این شیرسرها و تخت‌کوبی‌های شیرسرها ایجاد می‌کردن، یک عنصر تزیینی هم در خانه‌های گرگان بوده. این شیرسرها هم در نمای بیرون خونه‌ها بوده، هم در نمای داخلی خونه‌ها در واقع وجود داشته که نشون می‌داده در واقع مردم اینجا به تزیینات معماری و فرهنگ و مذهب حتی در تزیینات معماری خونه‌ها هم در واقع می‌تونیم بگیم به نوعی وارد شده بوده. باز شاخص‌های دیگه که می‌تونیم از معماری این خونه‌ها اشاره بکنیم، همونجوری که اشاره کردم چوب کاربرد بسیار مناسبی داشته، یعنی چوب هم در فضای داخل بام‌ها استفاده می‌شده، هم چوب در تزیینات بیرونی معماری بنا، یعنی هم چوب‌های خراتی که شما دو ایوان‌ها و جلوی پیشکن‌ها و درب‌های خونه‌ها مشاهده می‌کنید که به طرز بسیار زیبایی کار شده، نشون می‌ده چوب هم در سازه معماری خونه‌ها به طرز زیبایی کار شده و هم چوب در تزیینات و نمای بیرونی خونه‌ها خودش رو در واقع داره نشون می‌ده، به دلیل اینکه چوب در این منطقه زیاد بوده و از چوب به بهترین شکل از این مساله در واقع در معماری استفاده شده.
ما طبقه دوم موزه صنایع دستی هستیم که در این طبقه در واقع کارگاه‌های صنایع دستی استان رو به نمایش گذاشتیم. از جمله کارگاه خراطی، حصیربافی، آهنگری، مسگری، نمدمالی، فرشبافی، نداسی، جاجیم‌بافی، نخریسی و از این قبیل محصولات رو. ما علاوه بر اینکه کارگاه ها رو در این طبقات به نمایش گذاشتیم، محصولات تولید شده توسط در این کارگاه ها رو هم در ویترین هامون به نمایش گذاشتیم. ما نمدمالی رو در استان داریم که مربوط هر قومی نمدهاش متفاوت هست در استان، مثل قزلباش و ترکمن. هر کدوم دارای نقوش خاص خودشون هستن، رنگ های حاکم بر این نمدها متفاوت هستن. در قوم قزلباش رنگ ها شادتر و از تنوع بیشتری برخوردار هستند و نقوش برای خودش اسامی خاص خودش و فلسفه خاص خودش رو داره. در بحث ترکمن همین به همین شکل هست. یکی از نمادها و در واقع نقوش معروف ترکمن ها نماد سر قوچ هست که در فرش و در نمدشون حتی در سوزندوزی هاشون به سادگی دیده میشه. ما توی فرش ترکمن هم که اگر بهش نگاهی بیندازیم میبینیم که هر نقوش برای خودش فلسفه‌ای داره، مثل نقش ماریگل، نقش ارسالی، نقش‌های مختلفی داریم که هر کدوم برای خودشون داستان و قصه‌ای دارن. به عنوان مثال ترکمن ها زمانی که به صورت در واقع چادرنشین بودن و در آلاچیق زندگی میکردن، در حواشی نمدها و فرشها و زیراندازهاشون از نقش عقرب زرد یا ساری ایچیان استفاده میکردن، به این منظور که عقرب رو در واقع دفع شر بشه براشون و با دیدن اون نقش عقرب وارد محیط زندگی اونها نشه. و همونطور که گفتن هر نقشی برای خودش پشتوانه و فلسفه‌ای داشته. برامون توضیح بدین که چه اقوامی توی استان گلستان زندگی میکنن؟ اقوام زیادی رو داریم، از جمله قوم ترکمن که حجم زیادی رو اینجا داریم، اقوام ترکمن، قزلباش، قزاق، کتول، مردم شاهپو، مردم زیارت، در واقع قوم تات، اقوامی هستن که به طور شاخص‌تر اینجا داریم، ولی اقوام مهاجر دیگه مثل بلوچ و سیستانی رو هم در کنار بقیه اقواممون در استان داریم که هر کدوم صنایع دستی خاص خودشون رو دارن و هنرهای مختص به خودشون. بین این هم اقوام صنایع دستی مشترک هم ما داریم که تقریبا توی همه اقوام استفاده بشه؟ تقریبا پارچه بافی رو میشه بهش اشاره کرد. نساجی سنتی ما یا چادر شب بافی به همین شکل در همه اقوام مشترک، تکنیک کار مشترکه، اما نقوش و انتخاب رنگ ها متفاوت میشه. درسته. بعد برامون توضیح بدین که ما بازار خاصی توی گرگان یا گرگان داریم که همه این صنایع دستی که شما توضیح دادین فروش برسه و اصلا سازنده و تولید کنندش هست؟ بله، ما اکثر هنرهایی رو که در این موزه داریم به نمایش میذاریم، هنرمندانشون همچنان فعال هستند، حتی اگر تعدادشون کم شده باشه. فروشگاهی هم داریم در سطح شهر، حتی گرگان ما چندین فروشگاه صنایع دستی رو داریم که شما میتونید از اونجا محصولات رو به سادگی خریداری. درسته. در مورد پوشش و لباسهایی که مردمان گرگان و گلستان از اون استفاده میکنن توضیح بدین، هنوز تابع اون رسم قدیم هستن در پوشیدن لباس، یا اینکه لباس ها فرق کرده، یا اینکه چه قومیت هایی به هر حال لباس های خودشون رو حفظ کردن؟ پررنگ ترین قومی که در واقع میشه گفت که لباسش رو همچنان داره در محیط بیرون و حتی محیط های اداری استفاده میکنه قوم ترکمن ماست که در زندگی روزمرهشون دارن استفاده میکنن. اما بقیه اقوام مثل قزلباش ها یا تات ها فقط در مراسم عروسی، در مجالس مهم، حالا اتفاقات مهم زندگیشون میان از اون لباس میپوشن و به سادگی از اون هستن.
ما الان قسمت زیرزمین یا حوضخانه خانه امیر لطیفی هستیم. نمیشه گفت زیر زمین چون اصلا پله نمیخوره دیگه، یه پله اومدیم پایین دیگه، چون اینقدر ارتفاع سقف کمه نتونستیم بیستیم. حوضخونه ها ارتفاعشون زیاد نبود، ولی خب اینجا چون محفظه سازی هم شده، مرمت شده، یه مقدار سطح اینجا هم بالاتر در واقع اومده. بعد یه چیز دیگه، حوضخانه توی شمال کشور کارایی نداره که، مثل کویر نیست دیگه، کویر حوضخونه رو میسازن برای بخصوص تابستون که کارایی نداره به اون صورتی که در کویر هست. ولی خب در بعضی از خانه‌هایی که طبیعتاً مالکینش غنی بودن و خونه‌هاشون به صورت مجموعی ساخته می‌شده، مثل خانه میرشهیدی یا همین خانه امیر لطیفی یا بعضی از این خونه‌ها، این حوضخونه رو دارن برای خوش اختصاصاً، این حوضخونه رو ایجاد می‌کنن، در تابستون هم در واقع استفاده می‌کردن. درسته. و از این دست خونه ها چند تا در گرگان زیاد هستش؟ زیاد نیست. خونه هایی که حوضخونه داشته باشه در گرگان زیاد نیست. کمتر. بعد 100% تخریبی یا 80% 70% تخریبی بودن یا اینکه کاملا سالم بودن؟ یعنی اینکه اون در واقع بتونای خودشون رو حفظ کرده بودن. خونه هایی که در گرگان در واقع مالکینش غنی بودن، خونه هاشون بزرگ ساخته میشده، مجموعی و چند حیاط ساخته میشده، مثل همین خانه باقری ها، تقوی ها، خانه امیر لطیفی ها، اینا درصد تخریبشون خیلی کمتر بوده. یعنی هم معماریشون معماری خیلی خوب و محکمی ساخته شده بوده، همین که در نگهداریش هم خیلی نقش داشت. مثلا همین خونه امیر لطیفی تا زمانی که توشون خودشون زندگی میکردن بهترین شکل حفاظت و مرمتش میکردن خودشون خونه رو. بعد معماری شمال تاثیرگذاره از چه معماری هستش؟ با جنوب، شمال، شرق، غرب همخوانی داره؟ تقریبا میتونیم بگیم معماری اینجا مختص خود معماری شمال هست. یعنی شما در ساری و گیلان هم نمونه از این معماری ها رو دارید. چون معماری است که کاملا حالا بر درونگرایی برونگرایی خواستن در معماری احساس میشه. معماری است که از طوری ساخته شده که کاملا بسته نیست، بازه. یعنی جریان هوا و کوران هوا در اینجا نقش خیلی مهم میداره. بنابراین خونه ها باید از اطرافش معابر داشته باشن، در و پنجره های متعددی باید در بیرون و داخل خونه ها باشه، کوران هوا بتونه مناسب در داخل اتاق ها جریان داشته باشه. بنابراین این معماری خاص اقلیم شمال هست و خاص گرگان هست. بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحاتتون. صحبت پایانی شما بینندگان، همونجوری که اشاره فرمودید خونه در واقع سال 85 میراث فرهنگی خریداریش میکنه، بعد از اینکه مرمت روی خونه انجام میشه با طرح در واقع مرمت های روی خونه صورت میگیره و الان هم همونجوری که مشاهده میکنید با کاربری موزه صنایع دستی احیا شده، در واقع مجموعه در اختیار مردم هست، از این مجموعه استفاده میکنم. تشکر از توضیحاتتون. از شما بینندگان عزیز دعوت میکنیم ضمن سفر به استان گلستان و شهر زیبای گرگان حتما از خانه های تاریخی و دیدنی این شهر دیدن کنین و به هر حال لذتشو ببرین. تا برنامه دیگه همه شما از آن رو خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خداوند مهربان یارو نگهدارتون.